جمهوری اسلامی با سرعت به سوی کوچکتر شدن و از دست دادن ظرفیت‌های خود در ایران پیش می‌رود. آن هم در حالی که خود بیشترین نقش موثر را در آن دارد. این حرکت اگرچه از 57 به بعد به طور آهسته و بطئی قابل تشخیص بود، اما در یک دهه اخیر شتاب فزاینده پیدا کرد و برای بیشتر ایرانیان قابل لمس شد، چرا که خود و تجاربشان در آن نقش تعیین کننده بازی می کنند. حکومت اسلامی از آغاز، چنان که روح الله خمینی بنیانگذارش آرزو داشته، از یک سو بر این باور و امید بوده که یک دولت بزرگ اسلامی به همه دنیا غلبه کند و برای رسیدن به این هدف استفاده از هر ابزاری را، هم از فریب و حیله و تقیه و خشونت و کشتار، مجاز می داند و از سوی دیگر هر عقب نشینی در برابر داخل یا خارج را ضعف ارزیابی می کند. اما تفاوت پیش برد این سیاست بنیادی را در داخل و در برابر مردم با خارج و در برابر دولت‌های غربی نباید از نظر دور داشت. رژیم ضعف نشان ندادن در برابر جامعه را با سرکوب خشن و وحشیانه در حالی پیش می‌برد که در عمل مجبور به عقب نشینی‌های بسیار، به ویژه در همان عرصه‌هایی شده که به شدت نسبت به آنها حساس است، مانند آزادی و حقوق زنان که از جمله در موضوع حجاب نمود پیدا می کند، ضمن اینکه بر بستر حقوقی پس از مشروطه و نیم قرن پهلوی از همان آغاز مجبور شد به حقوق و نهادهایی تن بدهد که از اساس با آنها مخالف است و به همین دلیل نیز تلاش کرد تا آنها را از درون و محتوا تهی کرده و به خدمت خود درآورد. از سه قوه گرفته تا حق رأی زنان و پیروان برخی مذاهب و یا آموزش همگانی. در این مسیر خودش هیچ کدام از قوانین و مقررات سرکوبگرانه را نه تنها لغو نکرده بلکه بر آنها اضافه نیز کرده است. این شهروندان هستند که با نافرمانی مدنی آنها را زیر پا لگدمال کردند، وگرنه خدای دهه 60 که مورد علاقه شدید خامنه ایست هنوز در ایران جولان می‌داد، در حالی که مافیای نظام روز به روز کوچک و کوچکتر شده و نیروی مقابل و مخالف آن هر سال افزایش یافته و قوی‌تر شده است. در برابر خارج و دولت‌های غربی اما هر آنچه به عنوان نوشیدن جام زهر و نرمش قهرمانانه و صلح حسن تبلیغ شد، تنها به دست آوردن فرصت و وقت خریدن بوده تا نظام نقشه‌های بدخیم خود را پیش ببرد. قابل توجه این که هرچه جامعه هوشیارتر شد و از این حکومت با زمامداران ثابت فاصله گرفت، دولت‌های غربی با زمامداران مختلف همچنان به ترفندهای رژیم نه تنها تن دادند بلکه به تبلیغ و حمایت از آن نیز پرداختند. همزمان هرچه جمهوری اسلامی در ایران و حتی کشورهای منطقه کوچکتر شد، ایده های آن که آرمان فلسطین و یهود ستیزی از بنیادهای آن به شمار می رود، در دموکراسی ها ریشه دواند و تازه در تحرکات اخیر به نظر می رسد دولت های آنها را به خود آورده که چه هیولایی را در خود پرورش دادند. در چنین شرایطی غر زدن به اپوزیسیون میهن دوست و مدافع دموکراسی که موجودیت و فعالیتش به داخل و به ملت وابسته است، کمکی به ایران نمی کند. این اپوزیسیون اکنون بهترین فرصت را برای تغییر رفتار دولت‌هایی دارد که در توهم تغییر رفتار رژیم بودند. جمهوری اسلامی و مردم مخالف آن فرصت و شرایطی را به وجود آوردند که با توجه به بحران‌های داخلی و منطقه‌ای و جهانی، آلترناتیو عملاً موجود می‌تواند از آن برای پس گرفتن ایران استفاده کند.